خب سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بچه های خوب، رفیقای باحال. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم جونم براتون بگی با یه دستور کوتاه دیگه، که یه دستوری که بچه ها واسه ایجاد کردن پروفایل ها یا پیدا کردن سطح مقطع بین چند تا مثلا کرو خیلی به درد بخوره، خیلی میتونی ازش استفاده کنی. دستور اینجاست بچه ها، کراس سکشن پروفایلز، که بریم ببینیم با هم دیگه چجوری کار میکنه. ما مثلا یه سینگل لاین رو داریم بچه ها، میاریم اینجا میکشیمش یه خورده، میاریمش بالا، بعد حالا با دستور مثلا array توی همین زاویه خودش ما اینو به 4 تا مثلا کرو تبدیلش میکنیم. مهم نیست چجوری باشه بچه ها، مهم اینه که ما بتونیم بین اینها یه کراس سکشن، یه پروفایل، یه سطح مقطع ایجاد کنیم که بتونیم ازش استفاده کنیم. دستور اینجوری کار میکنه که ما روش کلیک میکنیم بچه ها و به ما میگه که پروفایل ها یا کرف ها رو به ما بده. بعد خیلی مرتب و اصولی از یه طرف کرف ها رو بهش بدیم بچه ها، رو کرف ها کلیک میکنیم و بعد وقتی تمام شد کلیک راست، حالا ما میتونیم با کشیدن یه کرف یا یه خط توی حالا نماهایی که دیده میشه سطح مقطع یا کراس سکشن خودمونو یا پروفایل خودمونو پیدا کنیم. اینجا یه گزینه داره کلوز، این اگه نو باشه بچه ها ببینید کراس سکشن یا پروفایل یا حالا هر چیزی که بین اینها برای ما میکشه بسته نیست. ما میتونیم اونو رو حالت یس بذاریم و با نگه داشتن شیفت این یه دایره، حالا شبه دایره برام میکشه تو زوایای مختلف، هر مدل شکلی که بخواین، هر مدل کراس سکشن که بخواین براتون میکشه بچه‌ها. اوکی همین، و امیدوارم که این دستور جایی مختلف یا زمانی که دارین یه سری کار رو انجام میدین براتون قابل استفاده باشه. و تنها نیازش هم اینه که تمرین کنین تا توی موقعیت‌های مختلف بتونین ازش استفاده کنین. و به خدا بزرگ می‌سپارمتون، تمرین یادتون نره و خدا نگهدار.